درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. در برنامه دیگر این آدینه خدمت شما همراه با دوست ارجمند و فرزانمون شهرام آریان. ما سومین نشست رو از سری گفتگوهای چرا اسلام در ایران ماندگار شد رو در پیش رو خواهیم داشت. در یه سری برنامه هایی که فکر کنم 12-13 تا نشست به درازا انجامید، کوشیدیم که دلایل شکست سپاهی، شکست ارتشی ایرانیان رو از ارتش اسلام توضیح بدیم. یه مقداری کوشیدیم که خارج از زوایای معمولی که برخی پژوهشگران در گذشته بهش پرداخته بودن نگاه کنیم و بر پایه اون چیزی که میشود نزدیک به حقیقت دانست توضیح بدیم، شرح بدیم که چه گذشت و چرا ایران ساسانی تا به ایستادگی نیاورد و ما دچار شکست سپاهی شدیم، شکست نظامی شدیم. ولی پرسش مهم دیگری که پیش میاد اینه که خب درسته به دلایلی که یادآوری شد ما جنگ رو باختیم، چرا اسلام در ایران ماندگار شد و تأثیر این ماندگاری در ایران در درازای چند سده چه بوده؟ برای همین سری برنامه‌های تازه رو آغاز کردیم که این سومیشه. اگر که برنامه نخست و برنامه دوم رو ندیدید، سفارش می‌کنم که دو برنامه نخست رو ببینید از روی یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی و بعد به این برنامه که برنامه سومه توجه کنید. اگر هم از تلویزیون پارس همراه ما هستید که میکوشیم که همین امروز هم به هر حال بیننده باشید که در جریان کار کامل قرار بگیرید. پیش از اینکه وارد جستارمون بشیم یادآوری میکنم فردا 16 نوامبر شنبه و پس فردا 17 نوامبر یک شنبه دو روز همایش اینترنتی در تالار زوم برگزار میشه به کوشش جنبش رنسانس ایرانی به عنوان نسل‌کشی اسلام در ایران، نسل‌کشی فرهنگی اسلام در ایران، که میپردازه به زوال فرهنگ و اخلاق و جهانبینی ایرانیان در اثر آمدن اسلام در این سده هایی که بر ما گذشته. و به زمان ایران برنامه از 7:30 شامگاه آغاز میشه و تا حدود 10 شب طول میکشه، هم شنبه هم یک شنبه فردا و پس فردا و دوشنبه هم من و دوست ارجمندمون شهرام آریان در همون زمان، یعنی 7:30 شب به وقت ایران، در همون تالار زوم هستیم تا پاسخگوی پرسش‌های پرشماری باشیم که از سوی شما همیهنان درباره حمله اسلام به ایران، ماندگاری اسلام در ایران، آسیب‌هایی که فرهنگ ایران در اثر حضور اسلام دیده، تا جایی که در توانمون هست و در سوادمون هست بکوشیم تا اونا رو برای شما روشن کنیم و پاسخگو باشیم. اگر دوستان علاقه من به شرکت در این همایش اینترنتی هستن، کد ورود به اتاق زوم که zoom.us رو میزنید، zoom.us کد هست 421 422 423 4. تکرار میکنم، میرید به وبسایت زوم نقطه US، زوم هست ZOOM، زوم نقطه US، کد ورود به نشست 421 422 423 4، از 7:30 شب ایران فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه. حالا میریم سراغ جستاری که سومین نشستش رو پی میگیریم. این پرسش پیش میاد که کشور ما قطع و رجال نداشته و در دهه های گذشته و در قرن بیستم، سده بیستم، شماری از میهن پرستان، از علاقه‌مندان و پژوهشگران بر روی مسائل گوناگون تاریخی کار کردن، از جمله مهمترین اونها که مسئله حمله اسلام به ایران و مسلمان شدن ایرانیانه. به خاطر اهمیتی که این جستار توی تاریخ ایران داشته، تقریبا کم و بیش چهره هایی که تا اندازه‌ای تونستن در این زمینه کار کنن و پژوهش‌هایی را انجام بدن
چند تاشون به هر حال نقطه نظراتی داشتن، برخی مثل دکتر عبدالحسین زرینکوب به طور مفصل کتاب در این باره نوشت، برخی مانند صادق هدایت با کمال خستگی و دلزدگی از آنچه که 1400 سال پیش رخ داد در پاراگراف هایی در پاره های از کتاب هایش اینجا و اونجا حس راستین خودشو به این مسئله نشون میداد، برخی مانند احمد کسروی مستقیم سراغ خود اون رویداد نرفتن بلکه پیامدهاشو به باد انتقاد تون گرفتن، و کسانی هم دور از میهن مثل کاظم‌زاده ایرانشهر کوشیدن تا مطالبی رو با مردم در میون بگذارن، هرچند که هم اون هنگام مخاطب تعدادش کم بود، شمارش کم بود، و هم دسترسی به گوش شنوا. به هر حال پرسش نخستی که امروز مطرح میشه و من میخوام شهرام رشته سخن رو به دست بگیره این است که چرا دیگر فرزانگان ایرانی که در میان دوستیشون و همچنین در توان پژوهشیشون هم شک و گمان چندانی نداریم نتوانستن در این 70-80 سال گذشته یه پرتویی از راستی و حقیقت بر این موضوع بسیار بسیار مهم در تاریخ ایران بیاندازن. شهرام جان در اختیار شما. هم با درود به تو شاهین جان، با درود به بینندگان گرامی. بله ما جلسات بسیار داشتیم، نه فقط در مورد اون برتگش یا حمله سپاه اسلام به ایران و پیروزیش که 10-12 نشست بود، پیشتر از اونم نشست‌های تاریخی بسیار داشتیم و دوباره اکنون اومدیم روی مسئله روند و شوند ماندگاری داریم کار بکنیم، اون 400 نخستین رو و ترادیسی یا ترانسفورماسیون ایران به روزگار اسلامی رو و اینها. در همه این زمان‌ها ما نتایج یا برآمده‌ها برآیند و فرجام هیخته های ابسترکت کارمون رو پیشنهادیم که دستگاه های توضیحی برای انگیزه های روانشناختی، برخورد های سیستمی، سیستم جنگی یا بسیج مسلمان ها، سیستم جنگی یا بسیج ایرانی ها، همش براهیخته بود، ابسترکت. و من گفته بودم حالا ما در آینده اینها بیشتر کتبی با منابع بیشتر، با بازیافت‌های بیشتر، رفرنس‌های بیشتر در دست می‌ذاریم، اما تا اون کار هنوز انجام ندادیم میون راه گفتم یک استوپی بزنیم و یه نگاهی بکنیم ببینیم مثلا مهتران اندیشه در نسل پیش از ما، پیش از اینکه ما این روش‌های نو رو اکنون به کار ببریم، اونا تا کجا رسیده بودن، چقدر می‌فهمیدن از داستان، کجای کار بودن و نوشته هایی که ازشون مانده بود اگر دوستان بگیرن و بخوانن تا چه اندازه بهشون یاری میرسونه که اصلا داستان رو بفهمن، چه چیزایی رو بهشون میرسونه، چه چیزایی رو نمیتونه بهشون برسونه. در این راستا من میخواستم همین بار پیشم میخواستم آغاز کنم که زمان نشد، یه چند صفحه مثلا از دو قرن سکوت روانشاد زرینکوب رو بخوانیم با هم دیگه و میخورده آنالیز کنیم که ببینیم روش کاری ایشون چه بود. این دیگه در زمانی که اندیشش جا افتاده بود، دست این سال خوردگی نبود، در میان سالی بود که این رو نوشته بود، جوانی تا میان سالی بود و هنگامی که انقلاب شد و بعد روزگاران رو نوشت اندیشش باز کمی رکتر شده بود، باید بگم اونجا بیشتر فهمیده بود حتی چه خبر شده. اما در جوانی و میان سالی هم زرینکوب مطلب به خاطر اینکه تواریخ اسلامی روزگار نخستین رو همه رو بسیار باریک نگرانه خوانده بود، یه دانش بی همانندی داشت، سطری بود و نبود، به عربی همه رو خوانده بود، بسیار سخت کاری بود و بنابراین چون بیشترین دانش رو هم تو همین زمینه داشت، مثلا تاریخ کمبریج هم به او گفتش که این روزگار آمدن مسلمونا و این روزگار شکست ایران رو تو بنویس تو تاریخ کمبریج جلد 4. و ایشون این دو قرن سکوت رو وقتی می‌خواست برای فارسی زبان‌ها بنویسه، البته خب کوشش می‌کرد که تا می‌تونه منبع بسیار نیاره که کتاب از دیدگاه دانشی نترکه، ناگهان خوانش ناپذیر نشه برای خواننده‌های رده میانه، کوشش کرد یه چیز آسان دریاب ولی همزمان هم شست و رفته بنویسه و اندیشه هاشو اونجا روشن میگه که زرینکوب در میان سالگی
چه میاندیشید؟ یعنی در روزگار پهلوی دوم محمد رضا شاه اندیشمندان ایرانی، ایران دوست و تاریخ شناس خودشون چه میاندیشیدن درباره ریشه های یا انگیزه های یا شوانه های این شکست؟ برای نمونه از صفحه 63 نوشته در قادسیه. ببینیم که زرین کوب برخورده، این پیش آماده سازی نبرده و اونجا فرستاده های مسلمان ها میان برخورد کنند و زرین کوب داره میاندیشه که من کدوم یکی از منابع رو، چشمه ها رو نمونه وار بیارم، چی به مردم بگم که اونو متوجه بشن مثلا در این زمینه چه خبر بوده. میگه نوشتند که در قادسیه چون هر دو لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات و اسلحه عرب را مشاهده کردند، به دیشان میخندیدند و نیزه های ایشان را به دوک زنان تشبیه میکردند. رسولان سعد یعنی ابن وقاص، ابن ابی وقاص ببخشید، پیش رستم تردد آغاز نهادند. یعنی فرستاده های سعد میمدن و میرفتن. هر که به رسالت آمدی رستم را دیدی، بر تخت زرین نشسته تاج بر سر. البته اینجا گفتاوردش آغاز شده، من فراموش کردم بگم، در حقیقت از اون چون دو هر دو لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات، خود خواننده شنونده متوجه شد که نثر ناگهان کهن شد، از نو آغاز میکنم. نوشتند که در قادسیه، تا اینجا رو زرین کوب گفته، بعد گیومه گفتاورد من ندیدم، چون هر دو لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات و اسلحه عرب را مشاهده کردند، به ایشان میخندیدند و نیزه های ایشان را به دوک زنان تشبیه میکردند. رسولان سعد پیش رستم تردد آغاز نهادند، هر که به رسالت آمدی رستم را دیدی، بر تخت زرین نشسته تاج بر سر و بالش های به زر بافته نهاده، بساط های مذهب انداخته، یعنی زرندود، اینجا از ذهیب و ذهب یه زرندود، زرندوده به رفتن کاری نداره، و تمام لشکر او آراسته به سلاح های نیکو و جامه های با تکلف و پیلان بر بارگاه داشته. با تکلف اینجا منظور اینه که یعنی جامه هایی که توش کار صنعتی تولیدی بالا رفته بود. نصر صدی هفتم هجریه در حقیقت، حالا در پایان میگه، و تمامت لشکر او آراسته به سلاح‌های نیکو و جامه‌های با تکلف و پیلان بر در بارگاه داشته. رسول سعد شمشیر همایل کرده، شمشیر همایل یعنی شمشیر از گردن می‌انداختن. این عربا این سنت شمشیر انداختن رو آموزون کردن از رومی‌ها آموخته بودن، اونام برخلاف ایرانی‌ها که از کمر می‌بستن، یه سنت آریایی سکایی قدیم بود، رومیا از سنت مدیترانه‌ای به کار می‌بردن که اونا از شونه آویزون می‌کردن با یه چرمی، و به همین روش هم عربا از اونا آمیخته بودن. حمایل یعنی یعنی از گردن آویزونه، اونجا شمشیر رو به شیوه حمایل آویزون کردن. و نیزه در دست گرفته بیامدی و شتر را نزدیک تخت رستم ببستی، عجم بانگ برآوردی، رستم ایشان را منع کردی و رسول را نزدیک خواستی. رسول همچنان با سلاح پیش او رفتی، آهن بن نیزه را بر بساط نهادی، وقت بودی که بساط را سوراخ کردی. یعنی به قول ما در آذربایجان الحمدلله، یعنی اینکه اون فرستاده ایم که اومده اینقدر آدم عقده‌ای و لات و لوتیه که وقتی میبینه این مهماندارا از فرش و امکانات بالاتری برخوردارن، حتما نیاز میبینه که نیزه رو یه جوری بزنه که فرش اونا رو سوراخ کنه، در حقیقت آسیبی در اون داشته ها پدید بیاره. شهرام جان، این مغیره ابن شعبه بود نه؟ حالا گوناگونن، مغیره اومد و کسان دیگه هم اومدن، اینا رو از چیز برداشته، گفتم در پایانم میگید از تجارب و سلف برداشته، مال هندوشاه چیز بود، هندوشاه نخجوانی بود. حالا این خود این سند از این دیدگاهی خورده دشواره، چون مال سده هفتمه، ببخشید آغاز هشتم هجریه، دور از رویدادها، ولی یه گردآمدی از اون افسانه پردازی ها و از اون تألیف ها که مسلمونا تا اون زمان کرده بودن، مسلمونای ایرانی، عرب، خیلی وقت بیشتر ایرانی، که برای خودشون توضیح بدن چی شد ما شکست خوردیم. یعنی این نتیجه افسانه هاست که اینجا زرین کوب داره به عنوان سند برای مردم میاره.
این خیلی جالب. حالا من به تعبیرش میرسم آخر سر. علی جالب، حالا تو وسط این افسانه ها گاهی اوقات نکته‌ای از حقیقت هم هست، مثل اینکه اون عرب اومده نوک نیزرم زده که حتما بزنه یکم سوراخ کنه خراب کنه. این بیگمان درست بوده، من اینو در شکی ندارم، ولی بقیه داستان الان افسانه پردازی آغاز میشه. بعد با رستم سخن گفتی، رستم مردی عاقل بود و در سخنان ایشان تأمل کردی، همه بر قانون حکمت هضم یافتی. یعنی اون عربای لات و لوت که اونجا از بیابون اومده بودن، دید اینا سخنشون خیلی سازمان یافته است و از آن بیاندیشیدی و حراس بر او مستولی گشتی. یعنی فرمانده لشکری که نمیدونم از خراسان و خوارزم اینجا میجنگیده با نیروهای نمیدونم مغول و ترک، اونا رو شکست میداده تا این بر با رومیا و بیزانسی و اینا لشکرهای 100,000 نفری و 60,000 نفری میشکسته، این یه 4 تا عرب اومده با نیزه زده پشت فرش سوراخ کرده، از اون ترسید که گفت اینو چقدر استواری در حقیقت خوب فرش سوراخ میکنن. مثل که مثلا پیتریوس فرمانده آمریکا یادش هسته، فرمانده آمریکا یادش هسته، بعد مثلا اومده با چند از این داعشی ها صحبت کنه و این داعشی ها اومدن اونجا، یکی داره آروغ میزنه، یکی داره لای پاشو میخوره، یکی هم مثلا وسط کار که اومده توی چادر پیتریوس هنوز مسلزش هم دست یه تیرم شلیک کرد، مثلا اون چراغ اونام شکست خراب شد اینا. بعد اون موقع این پیتریوس برگشت به همکاراش گفتش که عجب مردان با حزم و استوار و اینا، نگاه کن اینا تو خراب کردن. حالا اینو تفلی هندوشا اینجوری مثلا صده هشتم نوشته، من زرینکو هم داره به عنوان سند به اینا نگاه میکنه. حالا بعدم میخواد از اون تازه نتیجه بگیره تفلی. و برای حراس بر اون جیز سپهسالار مستولی گشت که این چهار تا لات و لوت دید. و از جمله یکی آن بود که از پیش صد هر نوبت رسولی دیگر می آمد و یک کس را دو نوبت نمی فرستاد. رستم به یکی از رسولان گفت چه سبب است که امیر شما در هر نوبت رسولی دیگر می فرستد و یک کس دوبار به رسالت نمی آید. رسول گفت سبب آن است که امیر ما در راحت و زحمت میان سپاه عدل و سویت، یعنی اصلا من تسوی برابری سویت می کند و روا نمی دارد که یک شخص را متقاعد زحمت دهد و دیگران آسود باشد. یعنی اینقدر دادگره که میگه یه بار تو برو پیغامبر، یه بارم تو برو پیغامبر کرد. و تو خب هر آدمی که آی کیو حتی 80 ناندرتال هم داشته باشه به خودش میگه که یه بار یکی رو فرستاد پیغامبری، بعد دوباره همون رو بفرستی، چون با تجربه قبل میره موقع سنت دیپلماتیک ایجاد میکنه. هر بار یه لات نوعی رو بفرستی، اون لات دوم نمیده لات اول چی گفته. حالا این بخشش هم من بعد میدونم که مسلمون آشفت روان بودن، ولی خودم شک دارم دیگه اینقدر آشفت روان بوده که حتی این نشون به سرشون نزده بود که اینا یه پیغمبر رو چند بار بفرستن که یارو یک تجربه ای از دیپلماسی پیدا کنه. ولی این بخش هم ممکنه باز حقیقت باشه، یعنی با داعشی ها ممکنه همچین کار هر دنبیلی بکنن. حالا هندوشاه داره اینو به سنت مثلا چیزایی که از طبری خونده و دیگران خونده، خودش در حقیقت بر خان اونا نشسته دیگه، از خودش که نگفته صد هشتم هجری، داره به عنوان فضیلت میگه نگاه کن یه بار این لاتر میفرسته یه بار اون لاتر میفرسته، اینا چقدر دادگری در اینها رواست. و چقدر یه سنت، ببین چقدر تخصص کاریشون بالاست. ببین این همین داستانایی بود که بعد از انقلاب خودمون هر جیگرکی و لب و فروش رو کرده بودن وزیر و وکیل و اینا. بعد جالب بود که جیگرکی که شده بود وزیر و لب و فروش که شده بود وکیل، اینا میتونستن پس فرداش هم نقششون رو هم عوض کنند، چون تخصصی در اون کار نداشت. این بخشش هم ممکن حقیقت بوده باشه البته. حالا اینا رو دوشا داره بوره فضیلت میگه و بیچاره زرینکوب هم داره با نهایت احترام نگاه میکنه که وای اینا چقدر وارد بودن این مسلمان ها. حالا بعدا میخوام آخر بینه چی بستم که چرا اصلا زرینکوب اینجوری مرعوبه، این چهار تا لات و لوت و این کارهای عجیب و غریبشون رو به عنوان فضیلت بهش نگاه میکنه. خلاص اون میگه که بله این فرمانده ما میخواد به ما فشار نیاد و میگه یه بار تو برو یه بار این برو، ما اینقدر داد کردیم. و رستم از این سخن و از استقامت سیرت ایشان منفعل شد. یعنی رستم وقتی دید که اینا هر بار یه لاتی رو میفرستن که خدای نکرده سنت دیپلماسی رو یاد نگیرن، از فزونی عقلانیت در این روش ناکارآمد شد. ناکار شد. حالا منفعل مثلا تو ساسانی میگفتن اگار،
ما میگیم فارسی ناکار شد، یهو ناکد شد، کم آورد، اصطلاحاً کم آورد، عاقلاً یه بار لاتر بزنه یه بار لاتر، بدانست که بنای عرب اصلا شهرم جان اگه قرار بود که هر دفعه یه فرستاده‌ای بره و سخنی بگه و گفتگوی کنه، اصلا فلسفه ایجاد سفارتخانه ها در جهان پیش نمی اومد. چون وقتی سفیری میذاری معمولا 4 سال 5 سال 3 سال اونجا هستش، برای اینکه جدا روابط میکنه، محیط رو میشناسه، آدم ها رو میشناسه، چهره ها رو میشناسه، حتی کاردارها و دبیران سفارت هم معمولا چند سال میمونن. این نشون میده که از کوچکترین بویی از منطق و از حکمت نبرده بودن. و جالب اینه که این رو هندوشا در تجارب سلف به عنوان اقدام مثبت ازش یاد میکنه. درسته، این از داعشیان ممکن بود همچین کاری سر بزنه که بگن یه بار مصعب رو بفرست، یه بار حسن رو بفرست و هر کدوم میدونم پیش پتریوس نمیدونم قبلی چی گفته و مگر به طرفای کلی که میگفته رو اینا، و پتریوس هم بیچاره هر بار گیج میشد که حالا با اینا چی صحبتی بکنه، ما نوبت بعدی با اینا چی بگه چی نشده. خلاصه اگرم بوده اینجوری بوده. و خلاصه این رستم از دیدن این همه در حقیقت خرد که اینا هر بار یه لاتری میفرستن ناکار شد و بدانست که بنای عرب بر اصلی محکم است. یعنی این خیلی روشش منطقیه. و روزی رستم با یکی از رسولان که نیزه در دست داشت گفت این دوک که در دست توست چیست؟ حالا مثلا بیکار مثلا بیاد بپرسی این چی در دستت؟ حالا گذشته از این که وقتی پیغمبر رو میوردن اول اصلش از دستش میگرفتن. حالا بگذاریم از نام این دروغای عجب غریب. او گفت که آتش پاره را از کوچکی و بزرگی عیبی نباشد. و با دیگری گفت غلاف شمشیر تو را بسی کهنه میبینم. رسول گفت اگرچه کهنه است اما تیغ نوست و جودت شمشیر در نفس او باشد نه در غلاف متکلف. جودت از جید میاد، یعنی نیکی شمشیر در چیز باشد، در نفسش باشد و نه در اون غلافی که پرکار یا پر زر و سیم یا در حقیقت پر زحمت ساخته شده باشه، صنعتی باشه. چه اندازه شهرام جان این رجزخانی ها به نظر ساختگی میاد. یعنی تصور این که سپهبد ارتش ایران بیکار با یک پیاده نظام مثلا فرض کنید عرب که حتی افسرانشون رو به حساب نمی آوردن بیاد و بعد پرسش های فنی کنه که این قدیمی است، این کوچیکه، اون بزرگه، و اونم شروع کنه درسایی بده که ما معمولا تو گلستان سعدی میبینیم. به نظر میاد انگار مثلا یه بچه داره از یه آدم خیلی حکیم پرسش میکنه. واقعا فکر میکنم هوش بالایی نمیخواد، حتی نیاز به خواندن میان خطوط نیست، آدم دریابه اینا یه سری رجزخانی ها و کریخانی هاییست که قبایل عرب پیش از این هم داشتن، پس از این هم طبیعتا در مورد در زمین های اشغالی خودشون اعمال میکردن. و متاسفانه فکر کنم این روح موالی شده ما بوده که این گونه پس از چند سده خیلی ساده تن در می دادیم و این داستان ها رو نه تنها بازگو می کردیم بلکه می پذیریم. در پایان می خواستم این فرجام ها رو توش بهنجیم. واسه همین دارم می خونم که این روانشاد اینا رو به عنوان سندی در حقیقت آورده. البته اینطور نیست که مثلا روانشاد زرینکوب مسئله توپوس ها رو نشناسه. توپوس یا جمعش توپایی واژه فنی از یونانی باستان میاد، یعنی میگن شیوه نگارش و روایت پنداری هایی که در هر سنتی و هر قومی و هر زمانی هست. اینی که اینا رجز میخونن اینا رو زرینکوب میدانسته، ولی بعدا میبینی که به اینا به عنوان 70% حقیقت نگاه میکنه. این تراژدی ایران موالی شده و شکست خورده اینه که دانشمندش هم گمان میکنه این اراجیف بازی 70% مثلا با حقیقت سازگار بودن. خلاصه این گفتش که این تیغ نو است و جودت شمشیر در نفس باشد و غلاف متکلف. رستم از جوابهای مسکت ایشان یعنی خاموش کننده، آرام کننده، سکت، متأثر شد و یاران خود را گفت این جماعت عرب در آنچه میگویند و مردم را به آن دعوت میکنند حال از دو بیرون نباشد، یا صادق باشند یا کاذب. اگر کاذبند قومی که بر محافظت عهد و کتمان سر تا این غایت بکوشند و از هیچ کس از ایشان حرفی که مخالف دیگری باشد نتوان شنود، در غایت حزم و شهامت باشند و اگر صادقند در برابر ایشان هیچ کس تاب ندارد. این مثلا یه 4 لاتو از توی بیابون وردشان اووردن، هر کدومی که میارن یه نتیجه اون قبلیه رو میگه یا
به شوخی بگیم آروخ میزنه و مثلا اونجا پتریوس نشسته داره و حرف اینو گوش میکنه، میگه چون هر کدوم از لاتای هر شبیه اون قبلی داره میزنه، میگه وا اینا چقدر کارشون نظم داره، ما از نظم اینا شکست خواهیم یافت، چون هر لاتر میرم حرف قبلی داره میزنه. چون اینا یه دو جمله فقط میداشتن، یارو میومد بهش میگفتش که خب حالا تو بگو جریانات چیست، اونم میگفتش که دوباره چون یه گاوی بود وسط اون آدم کشا بچه بود، این فقط میگه که بله ما همونی که ما بدبخت بودیم تو بیابون بودیم، بعد یه پیغمبری از آسمون اومد، یعنی از آسمون باش تماس گرفته شد، بعد ما اینجوری کارمون به سامان شد و ما تونستیم بقیه رو بکشیم از بین ببریم، الان نوبت شماست. یه همچی حرفی میزد در حقیقت. بعد اینو میفرستادن دوباره نفر دوم میمد دوباره همین پرت و پلا رو میگفت، اینو میفرستادن نفر سوم دوباره همین پرت و پلا. اینو میگه رستم دید که اینا همه یه حرف میزنن، وا چقدر کارشون سامان داره. لشکر عجم از این سخن به غایت گرفته شدند و بانگ برآوردند و گفتند این سخن بیش مگوی و از نوادری که از این مجهولان میشنوی متعجب مشو و بر محارب ایشان تصمیم عزم واجب دار. گفتن نترس سپه سالار، یعنی مثلا یه ترسیدن که سپه سالارشون جا بزنه. اون سپه سالاری که گفتم اون سپاه 60,000 80,000 نفری مجهز رومیا را شکسته یا مثلا 4 تا لاتا مثلا بترسه. رستم گفت این سخن با شما نه از آن میگویم که در مقاتله ایشان جازم نیستم، بلکه شما را از حال ایشان تنبیه میکنم از این حرفا. حالا پایینم میگه که تجارب السلف مال هندوشاه. حالا اینجا تفسیر زرینکوب میاد. این برخوردهای گستاخ و این سخنان پرشور ملازمان رستم و سپاهیان ایران را میترساند و به شگفت میانداخت. گمان زرینکوبه. وقتی مغیرت ابن شعبه از جانب عربان به رسالت آمد، گستاخ پیش رفت و بر کرسی رستم و در کنار او نشست. ملازمان سپهبد او را فرو کشیدند و ملامت کردند. مغیره گفت ما شما را خردمند می انگاشتیم، اکنون نادانتر از شما کس نمی بینیم، از ما تازیان هیچ کس دیگری را بنده نیست، گمان کردم شما نیز چنین باشید، بهتران بود که از اول می گفتید که برخی از شما بندگان برخی دیگرید، از رفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملک با چنین شیوه و آیین نماند. این اولا که شما وقتی می خواستی بری یه دونه سپهبد ساسانی رو ببینی از هفخان رستم باید رد می شدی، اول تفتیش بدنیت میکردن که سلاح جای پنهان داری یا نه، و دو تا نگهبان چپ و راستت میستادن، این سنت اونام بود، دو تا پشتت میستادن یا رو میبردن تا اون نزدیکی، بعد نسبت به مرتبتت یا میتونستی ایستاده باش صحبت کنی یا دو تا میزدن تو زانوات که بری تو زانو در حقیقت از مرتبت روزانو افتاده باش صحبت کنی، یکی هم همیشه با یه شمشیر پشت گردنت میستاد که اگه بخوای حمله ای بهش بکنی از این حرفا. این حالا مغیرت چجوری فرصت پیدا کرده که بشینه تو کاناپه بغل رستم با اون حرف بزنه؟ من نمیدونم چوجا نماینده رومیا میومد نفس نمیتونست بکشه، حالا مغیرت چجوری این کار کرده؟ این از عجایب اسلامه. بعدم این مزخرفات که نمیدونم شما برخیتون بر برخی بنده هستن، ما به حمدالله بنده نداریم، یعنی پس به معنای دیگه شما زنجیر فرماندهی دارید، سپهبد دارید و گندسالار دارید و سرهنگ دارید، اینا ما هیچ نداریم، ما لات شماره یک و لات شماره دو و لات شماره سه، بنابراین مال شما برخی بندگان دیگر هست، چون فرمانده عمودی دارید، ما چون هیچی نداریم سیستممون خیلی برتره. حالا یه کارش میکنیم. و حالا یه سه خندار بهت بگم. این اولا که گذشته از این که این عرفایی که اونجا توی هندوشاه آورده که خب 198ش افسانه و خنده داره، ولی زرینکوب ناکن به اینا به عنوان 70-80 درصد واقعیت نگاه میکنه. میگه که داستان، ببخشید اونجا گفته بود که میگفتش که این برخوردهای گستاخ و این سخنان پرشور ملازمان رستم و سپاهیان ایران را میترساند. چی میترساند؟ مثلا چی کار داشتن که از این دیوونه هایی که از تو بیابون اومدن بترسن؟ بعدم گزارش کلی برخورد اینا با رومیا رسیده بود، قبلش نبرد چیز رخ داده بود، نبرد یرموک رخ داده بود و گزارشش رسیده بود که اینا موفق شدن یه لشکر 50,000 نفری رومیا رو بشکنن و اون سپهبدای ارمنی که اونجا جنگیده بودن با رومیا که اونا نزد ایرانی هم آمده شد داشتن، اومده بودن گزارش کامل به اینا سیستم جنگشون داده بودن. برای همینم توی قادسیه
خود مسلمونا با اینکه برتری نفراتی 2-1 تا 3-1 داشتن نزدیک بود ببازن، داشتن میباختن. برای اینکه رستم سیستمش رو آنالیز کرده بود و از قبل هم میدونست طرفش با کیه و بعد اینا رو به سختی به زحمت انداخته بود، تلفات خیلی 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 زیاد برشون وارد کرده بود، تقریبا نصف سپاه کشته بود تا روز سوم، بقیهش در حال شکستن بود که روز چهارم وقتی که تم طوفان در گرفت و 20,000 تا 25,000 تا 30,000 نفر کمک از پشت جبهه ناگهان رسید از سوریه. شاید جان افسون بر مسائل رزمی و عددی که عنوان کردی که کاملا درسته، یه مطلب دیگه هم هست که وقتا تو این گونه گفتگوها جا میمونه. ببینید شما در صورتی تحت تاثیر کسی قرار میگیری که یا ظاهر خیلی با ابهت و با شکوهی داشته باشه، یعنی سوار بر یه اسب آنچنانی بیاد با یه یونیفرم خیلی ویژه مانوری بده، سر تا پاشو که نگاه میکنی بوی برازندگی و شایستگی و مهارت و زبدگی در این آدم ببینی، که بر اساس حتی همین تفصیل توضیحی که تجربه صرف هندو شاه داده که اینگونه نیست، یه چیز حقیقی و به قول خودش نیزه کوچیکی و یه شطوری هم سوار بوده و به هر حال لباسهای حقیر، یا اینکه باید اون فرد با سخنان خیلی حکیمانه و فرزانه‌ای که به زبان میاره یا با رفتار خیلی بزرگ منشانه مردم رو تحت تاثیر قرار بده. در مورد رفتارش که خب کسی که با این هیبت وارد شده عمدن موقع نشستن نیزش هم فرو کرده که به کف زمین که یه فرش و زیراندازی که اونجا از سوراخ بشه، این رفتار که به خودی خود در کسی تاثیر مثبتی نمیذاره، نشان از وحشی بودن و فرومایه بودن فرد میده. از سوی دیگه شما چگونه حالا 30,000 تا 20,000 تا نیروی ایرانی که عرب زبان نبودن تحت تاثیر حرفای فلان پیام آور سپاه اسلام قرار می گرفتن و می گفتن وای اینا چقدر آدم های منظم و استوار و درستی هستن، در حالی که نه زبان هم رو می فهمیدن نه اصولا اون نماینده که می آمد فرصتی بود که با سربازانی گفته بکنه. نماینده می آمد همچنان که اشاره کردی طی یک فرایند مشخصی رو می بودم چه سپه بود، احتمال زیاد اونجا یه مترجم هم می شست و ترجمه می کرد، نه سخن که اختلاف زبانی موجود بوده مانع زبان، نه رفتار و نه هیبت و به اصطلاح ظاهر این فرد، هیچ چیز احترام برانگیزی نداشته. چرا باید یه نفر مثل دکتر زرینکوب بپذیره همچین چیزی رو؟ این خودش به نظر من نشانه از یک بیماری بسیار متاسفانه ژرفی در وجود ما داره که خواه ناخواه یک نتیجه رو گرفتیم، میخوام بر پای اون نتیجه شواهد و اسناد رو کنارم بذاریم. فراموش نکن خود هندوشاه هم از همین محیط فرنگی ایران میمد، طبری هم همچنین، اینا خودشون همشون مرعوب شده بودن. زرینکوب فقط مدل میهن دوست‌تر ادامه کار اونا بود، درست. یعنی اونم نمیتونست از تو این گستره بزنه بیاد بیرون، تعارف داشت، ترس داشت، تو دلش همون موالیه بود که شکست خورده ترسوندنش. و حالا این چیزایی که اندوشاه طفلی آورده، حالا خودش هم از سنت پیشتران آورده، مال خودش که نبوده، مال کسایی که صده 3-4 هجری نوشته بودن، از اونا باز نوشته. 98% دروغه، تنها بخشاش که میتونه درست باشه اون با فرش و زد سوراخ کردن و اینه که هر بار یه زبون نفهم دیگری رو میفرستادن که اصلا سنت دیپلماتیک هم نداشت و چیزای در این سطح. حتی اون بخش که این زرهش نمیدونم بد بود همش دروغه. اینا قبلش پادگانها و شهرها و روستاهای کران ایران و روم رو اونجوری که ما توی نشستامون توصیف کردیم همه رو غارت کرده بودن، دستشون پر سلاح بود، نبرد یرموک رو برده بودن، یعنی جنازه 50,000 رومی رو سلاحاشو جمع کرده بودن. اینا حداقل میتونستن 60,000 نفر 70,000 نفر رو مسلح کنن با سلاح آخرین مدل. این چی با نیزه مثل دوک آمده بود اونجا داشت با این صحبت میکرد و اینها. اصلا همش دروغه، همش خنده داره. ولی حالا ما کاری نداریم، ما داریم میگیم که تپلی زرینکوب مثلا به عنوان تاریخدان درجه که ما 70% این اراجیف رو باور کرده و تازه میخواد تفسیرشون هم بکنه.
بعد ادامه میده. خلاصه مغیره گفت که فلان و فلان، که گفت آره شما برخیتون بندگان اون یکیان و ما همه برابریم و یعنی اینا. داستان ملاقات مغیره را به گونه های دیگر نور زرینکوب میگه، نیز در کتاب ها نقل کرده اند. از جمله می نویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد که کس نزد من بفرست تا با او سخن گویم، و مغیره را فرستادند. مغیره بیامد و موی نمیدونم با گیسفان چهار پاره فروهشته و اینها. عربا موهای دراز داشتن که اینو میبافتن کلاف میشد، دوتا اینور دوتا اونور معمول آویزون بود اینها. رستم با وی گفت شما عربان در سختی و رنج بودید و ما فلان و فلان، بعد نان و نعمت ما رو خوردید و بعد رفتید و بعد دوباره بیشتر دزد آوردید و نمیدونم اینها، و مثل ما و شما مثل اون نمیدونم باغبانیه که روی روباهی اومده بوده بعد روباهی بیشتر آورد و داستانی که همه میدونن. اینجا داره زرینکوب بازگو میکنه، بعد روباه نمیدونم آخر روباه رو گرفت کشت از این حرفا. اینا رو مثلا به مغیره گفت، از اونم بیکار بود مثلا با این زبان با مغیره حرف بزنه. بعدم مغیره هم همون پاسخهای مثلا همیشگی رو جواب داده که وای ما بدبخت بودیم بیچاره بودیم، بعد پیغمبری اومد ما به سامان شدیم، همینی شدیم که الان دیدی به حمدالله میریزیم همه جا رو میکشیم میگیریم و اینا، و شما هم یا این دین ما رو میپذیری یا اینکه حمله میکنیم شما رو هم میکشیم. بعد اینجا رستم پاسخ میده که دست کم توی چیز آورده، توی البت و تاریخ اومده مال مقدسی، که هرگز گمان نکردم که چندان بزیگم که چنین سخنی یعنی پرت و پلای بشنوم. این یکی جمله میگم اون درسته که اینو من گمان کنم رستم بهشون گفته که من آدم به این پررویی و به این بیشرمی تا حالا تو عمرم ندیدم که یارو از تو بیابونی بیاد اینور پیش همسایه‌اش، همسایه‌ای که همیشه نظر مادی بهش کمک کرده و دستشو گرفته، و بعد بیاد به اون بگه که یا ببین گوش کن یا میای نوکر من میشین دین منو میپذیری آخر سر، یعنی اینکه استاندار من میشه از امروز به فردا، آیین و فرهنگ خودت ول میکنی از ما لاتا میشی، یا میذاری میکشیمتون اگه زورمون رسید، اگر نه که خب ما میریم اونجا حوریان منتظرن شما که خبر ندارید. این رستم من مطمئنم اینو این درست برگشته گفته، من همچین آدمایی به این درجه از زبون نفهمی و بی شرمی تا تو عمرم ندیدم، اینو من میتونم تصور کنم این بخشو گفته. اون بقیه ولی قبلش که وای شما چی شد که چنین شدید و چرا اومدید، هم گفتش که ما یه رسولی برامون اومده آسمونا چیکارمون کرد و اینجوری شدیم نابغه شدیم، اینو میگم پرت و پلا اساس حال اصلش این حرفا رو نداشت. از میگفت آقا لاتا شما ریختید ساختلوهای مرزی ما رو غارت کردید، من مادرتون رو به عزاتون خواهم گذاشت. این بیگمان فحوای صحبت بوده، درست. بیشتر از این اونجا چیزی گفتنش کسی هم واسه کسی توضیحات نمیدونم آسمانی عارفانه نداد. حالا خنده‌دار از همه بیشتر چیزی که نمیدونم مال زرینکوب واقعا تعارف داشته، هر کسی میدونه که این مسلمونا چه اون موقع چه الان همدیگر رو سر تقسیم غنایم با چاقو میکشن، حتی سر دخترکی که میخوان بهش تجاوز کنن میگه غنیمت اون غنیمتونه، او میره تا داستان در حقیقت خیبر که خود پیغمبر دعوا شده بود با دو سه نفر سر زن کنانه و دختر عمواش و کسایی که مونده بودن، نزدیک بود بزنن با چاقو ایشون رو هم رسانه بهشت کنن، سر اینکه چرا اون یکی ها رو نمیدی، چرا میخوای خودت به اون تجاوز کنی، چرا به من نمیدی. اصلا تو جنگ احد علتی که شکست خوردن همین بود، اونایی که باز وام می‌دادن موزر نگه می‌داشتن سر تپه برای اینکه بیان غنیمت جمع کنن بهشون کم نرسه، ول کردن و گذاشتن و رفتن، و طبیعتاً جنگ به زیان مسلمان به پایان رسید. عثمان هم سر این تقسیم غنایم و اینا کشتن، سر رانتا کشتن عثمان بیچاره رو، تفلی اوسش سر رانتا پولش هم شد به شما. شما جمهوری اسلامی هم همین مسئله رو می‌بینین، اسلام همیشه خودش رو به یه حالت نشون میده. اینا با همین پرت و پلاهایی که وای من از این زندگی بریدم، وای من چقدر بریدم، وای من چقدر عارفم، یارو میاد بعد میبینی سر دزدیدن میلیاردی رانتا هم دیگه رو میکشن. خب تو مگه عارف نبودی؟ چی شد یهو؟ بله این جست پارسایی گرفتن، بله، و اینکه ما آدمهایی هستیم اهل قناعت در هنگامی کار میکنه که سر قدرت نیستن، وقتی دستشون به منبع میرسه، به سرمایه میرسه، به طرز وحشتناکی آزمندن، و این آزمندی واقعا در اینها سیری ناپذیره. به گونه ای این سخنان میان رستم فرخزاد و نمایندگانی که از سوی سعد بن ابی وقاص فرستاده می شدن عنوان می شه، حالا مغیره یا هر کی دیگه، کسی ندونه فکر کنه اولین برخورد نظامی ایرانیان و مسلمانان بوده. 7-8 تا برخورد نظامی پیش از این بوده، جنگ های متفاوت، جنگ
رود خونی بوده، جنگ پل بوده، جنگ‌هایی بوده به سود ایرانی ها، جنگ‌هایی بوده به سود مسلمانان. اینها میشناختن هم دیگر، اینها میدونستن اونها به طلب چه آمدن. اصلا این صحبت ها نبوده به گونه الان یعنی خواننده داره میبینه، انگار که یک علامت سوال بزرگی است این سپاه اسلام، و رستم فرخزاد داره میکوشه کشف کنه که اینا چی میگن، حرف حسابشون چیست. مگه تو چند سال گذشته ندیده بوده؟ مگر این همه لشکریان ایران با اینا درگیر نبودن؟ حالا من صحبت از مناطق عرب نشین مثل هیره که کارگزار ساسانیان بودن و شهرنشین بودن و به هر حال میشود به نوعی اونها رو شهروندان ایران شهر حساب کرد و نمی کنم، چون به هر حال حسابشون جدا بوده، نزدیک بودن با مردم ایران، نزدیک بودن با دربار ساسانی. ولی حتی اینهایی که از شبه جزیره عربستان می آمدن، بارها به فرماندهی خالد بن ولید قبلا درگیر شده با ایرانی ها، سر بریده بودن، روستاها رو غارت کرده بودن، حتی کاروان عروس و داماد گرفته بودن، عروس رو به اصطلاح بردگی برده بودن. اتفاقات گزارش شده بوده و چیز عجیبی نبوده که حالا تازه رستم بخواد بیاد ببینه که این دین تازه چیست و این مسلمانان چه میگوین. به نظرم خیلی متاسف میشم شهرام جان وقتی میبینم که برخی از سرآمدان و نخبگان جامعه ما، ایشون تاریخدان پایه یکمون بود، بله تاریخدان پایه یکمون، مگر اینکه نمیدونم آیا به حساب خودسانسوری میشه گذاشت، ترس از اجتماع، نمیدونم. ولی به هر حال در هر دو صورتش بسیار خبر بدی است. خودسانسوری درونی بود در حقیقت، ایشون هم بازمانده همون موالیای شکست خورده و ترسیده بود دیگه کامل. خودش هم همین واقعا همین اراجیف رو واقعا باور میکرد، یعنی گمان میکرد دست کم نصفش درست بوده یا 60%، گمان میکرد از تو اینا میتونه بفهمه چه اتفاق افتاده. دقیقا. ما در نشست بعدی، نشست آینده، نشست چهارممون، حتما به اون چیزی که دکتر زرین‌کوب دو قرن سکوت نام نهاد بیشتر میپردازیم، به ایستادگی هایی که تو مناطق شمالی کشور و همچنین در فرارود شد، و بعد آنچه که به عنوان رستخیزش‌ها و یا قیام‌های مسلحانه علیه اسلام در ایران رخ داد، چه قیام‌هایی که در شمال شرقی ایران زمین آن روز رخ داد مانند استاد سیس و المغنه و سندباد و از این دست، و چه آنچه که در غرب و شمال غربی کشور به فرماندهی بابک خرم‌دین، برای اینکه اینها همشون آبشخورشون از یه جا می آمد، اینها برخلاف آیندگانشون که به دنبال این بودن که چیرگی عرب رو و خلافت عربی رو از ایران بردارن، مثل یعقوب لیث یا حتی عدی سامانیان، اینها کسانی بودن که میخواستن بالکل اسلام رو از ایران جدا کنند و آیین رو در حقیقت دوباره کنار بزنن. به هر حال بحث مفصلی خواهد بود، توجهتون رو جلب میکنم که حتما برنامه چهارم رو ببینید. باز یه بار دیگه تاکید میکنم دوستانی که الان اواخر سال میلادی است، تو نوامبر هستیم، یه ماه خورده دیگر سال تموم میشه، جنبش رنسانس ایرانی یه بنیادی به نام رنسانس ایرانی داره که بنیاد غیر انتفاعی است، و اگر شما کمک هایی به این بنیاد بکنید، به رنسانس ایرانی، می توانید حتی در مالیات خودتون اونو لحاظ کنید و معافیت مالیاتی بگیرید، برای اینکه دارین به یه بنیاد غیر انتفاعی کمک میکنید. در جنبش رنسانس ایرانی ما هممون داریم هزینه میکنیم، ولی هزینه ها بالاست، هزینه آنتن ماهواره‌ای هست که برای پخش این برنامه باید بدیم، و همچنین تولیدات رسانه‌ای که داریم و احتمالاً اینجا اونجا همایش هایی که را میفته. هر گونه کمک از سوی شما هم میهنان به این جنبش میتواند که به پیوستگی و در حقیقت قدرت کار کمک کنه. اگر که خواستید به جنبش رنسانس ایرانی کمک مالی بکنید، میتوانید در سایت persianrenaissance.org که تارنمای در حقیقت بنیاد ماست، بروید و با پیپل یا با کردیت کارت این کمک ها رو انجام بدید، یا ایمیل بزنید و آدرس بگیرید و چک های کمکی بفرستید.
تارنمای فارسی ما هم که iranianrenaissance.com هست، می توانید این برنامه ها رو در اونجا هم پیگیر بشید اگر نتوانستید برنامه رو از طریق تلویزیون ببینید. فکر کنم یک کلیپی آماده کردیم که در پایان برنامه پخش میکنیم، برنامه رو با این کلیپ به پایان میبریم. شهرام جان سپاسگزارم و سپاس از توجه شما همیانان ارجمند. پس سوال دیگه.